درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا در هر کجای این کره خاکی و در هر زمانی که قادر به تماشا این برنامه و برنامه‌های دیگر این تلویزیون هستید. فرامرز فروزنده هستم و 83مین برنامه و نه 183مین برنامه 83مین برنامه از این مجموعه رو از طریق این تلویزیون به تماشای شما می‌گذارم. خوشحالم که این شانس رو مجدداً دارم تا با همکاران ارجمندم علی پومن و هومن در کنار شما باشم و از دکتر علیرضا نوری‌زاده مؤسس و مدیر عامل این تلویزیون به خاطر این فرصت مثل همیشه سپاسگزارم. در چند روز گذشته دو سه نفر از دوستان از من خواستن که اگر کتابی رو میشناسم در مورد قحطی بزرگ ایران که حدود 100 سال پیش در کشور ما اتفاق افتاده خدمت شما معرفی کنم. یک کتابی هست، البته خیلی کتاب قطوری نیست ولی در این رابطه هست، از آقای محمد قلی مجد تحت عنوان قحطی بزرگ سالهای 1916-1917. و ضمن این که این کتاب هست، اگر بهش دسترسی پیدا نکردید، مجله‌ای هست که خدمتتون نشون میدم، مجله تاریخ معاصر ایران هست، شماره که در اختیار من هست شماره 40 هست، در سال 1365 یعنی 14 سال پیش منتشر شده. در دو فصل از این کتاب رو، دو فصل از کتاب قحطی بزرگ سالهای 1916-1917 رو در این صفحه، در 55 صفحه آورده و ذکر کرده. اگر به این مجله دسترسی پیدا کردید میتونید در مورد این قحطی بزرگ اطلاعات دست اولی رو پیدا بکنید. در مورد قحطی اون سال مفصل ترین کتابی که من مطالعه کردم و دیدم همین کتاب آقای قلی مجد هست که به نظر میاد کتاب دقیقی است و برداشت‌های روشنی رو مطرح میکنه از قحطی و شرایطی که در ایران پیش آمده. شاید در یه برنامه آینده اگر فراغ بال حاصل بشود من فصل‌هایی از این کتاب رو اصولا برای شما بخوانم تا بدونید در قسمت‌های مختلف ایران وضعیت چگونه بوده. از مرگ و میر بیش از نیمی از جمعیت ایران، یعنی کشور ایران در حالی که در جنگ اول جهانی دخالت نداشت، مجموعه تلفاتی که داد از هر یک از طرفین متخاصم که با هم درگیر بودند بیشتر بود. این ثمرات جنگ اول جهانی بود برای کشور ما و بس خیلی خراب بوده. خلاصه بهتون بگم که کار به جایی رسیده که مرده ها رو مردم میخوردند. این در این کتاب هست، در بخشی از ایران ناظر و شاهد این صحنه ها مقامات خارجی که این گزارش ها رو دادند و اونها اون اسناد باعث نوشتن کتاب قحطی بزرگ شده ذکر میکنن مشاهدات بسیار بعد خودشون رو از قحطی، تیفوس و همینطور وبایی که آمده بود. به هر حال امیدوارم که این بازی کرونا، این ببخشید اپیدمی کرونا به خیر بگذره و ما به سالهای به 100 سال پیش کشورمون بر نگردیم. البته با این تمهیدات احمقانه‌ای که سران رژیم انجام دادن و مسافرکشی چینی ها، نقش شرکت ماهان، واقعا برای من امروز تردیده که ورود کرونا به داخل ایران یک امر عادی طبیعی بوده به علت حضور و وجود عده زیادی چینی در ایران، چه در مراکز حوزه های علمیه قم و مشهد و سایر نقاط و یا چینی هایی که در پروژه های عمرانی و اقتصادی ایران حضور دارند و تعدادشون اصلا کم نیست. برها
اجازه بفرمایید که بریم سر گفتگوی امروز، گفتگو با یکی از کسانی که از شخصیت‌های شاخص اپوزیسیون در خارج از کشور هست و در تمام طول این سالها کوشیده است بتواند سازماندهی بکنه برای اپوزیسیون، همیشه دست همکاری خودش رو هم به سوی سایر سازمان‌ها دراز کرده. میخوام چندین پرسش رو از این شخصیت ارجمند مطرح بکنم. آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، به شما سلام عرض میکنم. سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه. آقای دکتر، من خواستم برای شروع مطلب گفتگو با شما یه فهرست تهیه کنم، این ولی این فهرست خیلی طولانی شد، از بخشش گذشتم، اومدم فقط چسبیدم به نکاتی که در همین دو سال مطرحه. سال 96 ما اعتراضات کارگری رو در کشورمون داشتیم. آبان سال 98 به ناگهان دولت دست به یک اقدام جنون‌آمیز زد و یک شبه قیمت بنزین رو سه برابر بالا برد و عده زیادی کشته شدند توسط نیروهای انتظامی و خلاصه حافظان رژیم، و هنوز بحث این که اینهایی که کشته شدند چه تعداد بودند برای مردم روشن نیست و تا امروز هم آمار رسمی از طرف دولت ایران اعلام نشده. تخمین‌های متفاوتی هست و امیدوارم که هرچه زودتر اقلا تعداد کسانی که از بین رفتن اعلام بشود. بعد ما مواجه شدیم با حمله نیروهای آمریکایی به قاسم سلیمانی در عراق و کشتن او که منجر به تظاهرات عظیمی شد یا تشییع جنازه خیلی مفصلی شد که در اون چندین نفر هم کشته شدن و هنوز از این ماجرا خلاص نشده بودیم که در اون درگیری که پیش آمد سقوط هواپیمای 752 اوکراینی مطرح شد و کشته شدن 176 مسافر اون هواپیما و یه جنبه بین المللی پیدا کرد این کار. و بعد نکته دیگه ای که اینها سعی میکردن در این فاصله بکوبن انتخابات مجلس بود که یک مجلس یک دست رو به هر حال انتخاب کردن و درسته که همه ما معتقدیم میزان مشارکت مردم در انتخابات کم بود، ولی من فکر میکنم که اصلا رژیم بیشتر از این هم نمیخواست، فقط میخواست انتخابات رو از سر راه خودش برداره و لیست تایید شده شورای نگهبان رو به کرسی بنشونه که نشون. و بعد از این هم هنوز از شر اینها خلاص نشده بودیم، در کشور چین کرونا آمد، ما دیدیم که عقب افتادیم از قافله تمدن، جوری عمل کردیم با هواپیماهای شرکت ماهان که امروز دومین کشور دنیا هستیم که خوشبختانه یا بدبختانه من نمیدونم قرنطینه شده، یعنی کشورهای پاکستان و ترکیه و افغانستان و امارات متحده عربی و عراق و همه اینها در واقع رفت آمدشون رو با ایران قطع کردن. خلاصه آیا ایران در هم ریخته یا اینکه حتی کرونا به داده رژیم جمهوری اسلامی آمده؟ یه بحث کلی میخواستم در این مورد اگر بشه از شما داشته باشم در آغاز و بعد بریم سر مسائلی که در مورد کسانی که در خارج از کشورن، اپوزیسیون و مخالفان کجای کار هستند رو با هم انجام در خدمت هست. بله، عرض کنم که والا میشه این مسئله رو از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داد. یک حکومت استبدادی بیکفایت که دچار گرفتاری های ساختاری و بنیادی هست در همه جای دنیا، هیچ چاره ای نداره جز این که هر بحرانی رو که براش پیش میاد با ایجاد یک بحران بزرگتر و گسترده تر به بوته فراموشی بسپاره. به قول قماربازا یه خال بالاتر مرتب مجبور بزنه.
بنابراین یک نوع ریتم افزایش بحران در ذات این نوع حکومت ها وجود داره. من اعتقادم بر اینه که با توجه به پیشبینی این که کسی در تظاهرات سالگرد انقلاب 22 بهمن شرکت نخواهد کرد و در این حال انتخابات هم به این صورتی که فرمودید در خواهد آمد و پشتبندش هم میتونستش که یک بحران مشروعیت فراوانی رو برای این مملکت، برای این حکومت ایجاد بکنه، اینها استقبال کردند از ماجرای کرونا و در واقع جزو واردات این حکومت به کشور ما، همه شواهد هم این رو تایید میکنه، آمدن آوردند کرونا رو به داخل کشور و خب مراکز توزیعش هم خوشبختانه حوزه های علمیه و مساجد و امامزاده ها و این چیزا بود، برای اینکه عرض کنم که اونجا هستش که جمعیت ها حضور پیدا میکنند و میتونن به همدیگه منتقلش بکنن. من فکر میکنم که بیکفایتی حکومت برای مدیریت این بحران یا امر ساختاری هست، ولی در این حال گرایش این حکومت به ایجاد بحران‌های مختلف هم به نظر من معنی داره. همین که دیروز آقای روحانی اعلام کردش که این ماجرا رو دارن بادش میزنن برای اینکه موجب بشن مثلا مملکت چرخاش از کار بیفته و ما از هفته آینده دو مرتبه زندگی عادی خواهد شد، نشانه اینه که اینها واقفن بر اینکه چه اتفاقی داره تو مملکت میفته ولی اراده‌ای برای کنترل این کرونا ندارن. اما اگر برگردیم به مسئله، عرض کنم که گسل‌های ساختاری که در این حکومت وجود داره، معمولاً در حکومت‌های استبدادی جامعه شناسی و مطالعات تاریخی جامعه شناسانه این رو نشون میده که این گسل‌ها، گسل‌های ساختاری، اغلب به صورت پنهان و مقاوم عمل میکنند، اما ممکنه که یک حادثه معینی که اصلا فکر نکنند که میتواند اثرگذار عمیق باشه رخ بده و تمام این گسل‌ها رو، عرض کنم که، بیاره رو. مثلا زلزله یا سیل یا همین کرونایی که فرمودید یا قتل عام آبان ماه گذشته یا زدن هواپیما، همه اینها هیچ کدومشون ساختاری نیستن، ناگهانی مطرح شدن، ولی در هر کدومشون شما جای پای، عرض کنم که، بیکفایتی ساختاری این حکومت رو ببینید. حالا این چگونه منجر به این خواهد شد که وقوع یک حادثه ناگهانی و رو آمدن گسل‌های، عرض کنم که، بنیادی یک حکومت منجر به سقوطش بشه؟ اون یه مسئله‌ایه که هر آن میتونه اتفاق بیفته. من یک بار در یکی از صحبت‌هایی که داشتم اشاره کردم، بد نیست اینجا این هم بگم که من یاد همش نمایشنامه مکبث شکسپیر هستم که اون بابایی که کودتا میکنه و پادشاه، عرض کنم که، فعلی رو، عرض کنم، کنار میزنه، خودش و زنش قدرت رو به دست میگیرن، سه تا جادوگر، زن جادوگری که باشون روبرو میشن، اینا از اونا میپرسن که ما تا کی حکومتمون ادامه پیدا خواهد کرد؟ اونها میگوین تا روزی که ببینید که درختان جنگل راه افتادن و دارن میان به طرف قصر شما. و در تاریخ همیشه این نشون داده شده که حکومت‌های استبدادی روزی به این لحظه حرکت درخت ها میرسن. در نمایشنامه شکسپیر اپوزیسیون یا مخالفان حکومت که قصد براندازی و تصرف قصر مکبث رو دارند، شبانه میرن توی جنگل بدون که اطلاع داشته باشن از پیش بینی اون سه خواهر، میرن توی جنگل و درخت ها رو میبرن و پشت درخت ها قایم میشن و بعد با حرکت تدریجی میان به طرف قصر. و مکبث و زنش وقتی که از پنجره قصر نگاه میکنن، میبینن واقعا جنگل داره حرکت میکنه و میاد به طرف اونها. و من فکر میکنم که این وقایعی که شما در همین دو سال اخیر
فهرستی ازشون رو دادید، اینا همون حرکت عرض کنم که جنگل به سوی بیت رهبریه در واقع. و من یقین دارم که حالا این کرونا یکی از مشکلاتش اینه که باعث میشه مردم تو خونه هاشون بمونن و نتونن دست به تظاهرات و ابراز نارضایتی بزنن، ولی این دوره که بگذره به نظر من تجمع این همه اتفاقات مسلما تغییرات عمده‌ای رو در ایران پیش خواهد آورد. آقای دکتر، این مثالی که زدید خیلی جای امیدواری داره، ولی پرسش من این است که ما سهممون، ما خارج نشین ها ادعا میکنیم که چند میلیون هستیم، سهم ما در میون این درخت ها کجاست؟ ما چند تا درختیم؟ ما حرکتمون چجوریه؟ چه تفاوتی با درخت های داخل کشور داریم؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ درسته همه این فرمایشات که فرمودید، این تظاهرات، به هر حال مردم رفتن در آبان کشته شدن، بیگناهان قربانی توطئه رژیم شدن در سقوط هواپیمای اوکراینی، همه این اتفاق افتاده. اپوزیسیون در خارج از کشور کجا ایستاده؟ شما آیا میبینید که این درک وجود داره یا نه ما هم همونایی هستیم که پشت درخت ها مثل سایر مردم پنهان شدیم و داریم میریم؟ آیا نقش خودمون رو داریم ایفا میکنیم؟ من فکر میکنم که اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور کارنامه بسیار بدی داره. من خودم 15 ساله که تمام هم خودم رو گذاشتم که این قاعده بدیهی رو حالی اپوزیسیون بکنم که برای برداشتن یک چیزی شما باید یک آلترناتیوش رو داشته باشید و الا حتی اگر اون خودش فرو بریزه جز هرج و مرج و بدتر شدن وضع نتیجه‌ای ما نخواهیم داشت. و این وظیفه به خاطر سرکوبگری حکومت اسلامی به خارج کشور منتقل شده، یعنی حکومت طوریه که اجازه نمیده در زیر قلمرو قدرتش آلترناتیوش به وجود بیاد، خودش هم سعی میکنه با ایجاد آلترناتیوهای قلابی مثل مثلا اصلاح طلبی و اینها یه جوری این بازی رو ادامه بده و بیا جلو. و در این مورد به نظر من بی‌اعتنایی که اپوزیسیون نشون داده در انجام این وظیفه یک بی‌اعتنایی تاریخیه. من فکر میکنم که در هیچ کدوم از موارد دیگر کشورهای دیگر هیچ اپوزیسیونی این گونه متفرق، این گونه بدون فکر و این گونه بدون احساس مسئولیت عمل نکرده. به هر دری که تا امروز زده شده، البته میگم خب این حکومت هم از آغاز خودش به این مسئله آگاهی داشت. من یادمه که وقتی آقای خامنه ای شد رهبر بعد از خمینی، یکی از حرفایی که زد این بودش که با توجه به تجربه فروپاشی شوروی، ما تا موقعی که آلترناتیوی برامون وجود نداشته باشه ما بر سر قدرت هستیم و بنابراین برنامه ما جلوگیری از ایجاد آلترناتیوه. و در تمام این سالها ما دیدیم که عوامل مختلف، عناصر مختلفی که اینها در خارج کشور دارن مانع این قضیه شده. اما در این حال عدم احساس مسئولیت و تفرقه عجیب غریبی که مسلط است بر اپوزیسیون تا به حال عرض کنم که همچین امکانی رو به وجود نیاورده. حتی من فکر میکنم که تا سال گذشته که این شورای مدیریت گذار در لندن اعلام موجودیت کرد و گفتش که من میخوام نقش آلترناتیو رو بازی کنم، در تمام این 40 ساله هیچ کس جرأت این رو نداشت که این ادعا رو انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که ما خیلی عقب هستیم در مورد اجرای وظایف خودمون. بنابراین این الگویی که در واقع فروپاشی رژیم منتظر هماهنگ شدن ما و قدرتمند شدن ما، یعنی عمه ما، یعنی اپوزیسیون، یعنی ایرانیان مخالف رژیم در خارج از کشور،
نخواهد بود. اون روزی ممکنه اتفاق بیفته، اما فروپوش همون من نتیجه‌گیری میکنم از صحبت شما، این فروپاشی بدون رهبری اپوزیسیون، بدون اپوزیسیون هماهنگ، احتمالاً الگوی فروپاشی قذافی در لیبی رو در جلوی مردم ایران قرار میده. آیا درست میفهمم؟ من حراسم همه این است، برای اینکه همه عوامل برای اون فروپاشی بدون وجود آلترناتیو در ایران وجود داره. یعنی که تبعیضاتی که وجود داره، دشمنی که بین افراد در ایران وجود داره، تمایلات تجزیه طلبانه ای که هست، همه اینها نشانه اینه که اگر با فروپاشی گریزناپذیر این حکومت جانشین عاقل و بالغ و برنامه‌داری وجود نداشته باشه، ما مستقیما میافتیم به دوران هرج و مرج وسیعی که متاسفانه الان بسیاری از کسانی هم که فعالیت سیاسی میکنند به عنوان رهبران خودشون رو اسمشون رو گذاشتن آنارشیست ها. یعنی الان همین اتفاقاتی که تو ایران میفته، مثل عرض کنم که آمدن مردم به خیابون، تظاهرات، کشته دادن و غیره، همه اینها بدون رهبری معینی و بدون برنامه جانشین معینی صورت میگیره. حالا شما فکر بکنید که در یه چنین مملکتی یک مرتبه اون نیروهای کنترل کننده هم کنار گذاشته بشن، خود به خود برنامه هرج و مرج خواهد بود. این به نظر من مهمترین نگرانیه که هر آدم ایران دوستی باید راجع به آینده ایران داشته باشه. چه باید کرد دکتر نوریالا؟ چه کار می شود کرد؟ اگه بخوایم واقع بینانه برخورد بکنیم با توجه به تمام اجزای این تحلیل که در اختیارمون هست، چه باید بکنیم؟ ببینید، من فکر میکنم که اگر که اپوزیسیون موفق نشه که این آلترناتیو رو به وجود بیاره و با فرصت کمی که داره بتونه، عرض کنم که اعتماد مردم ایران رو هم جلب کنه و مردم ایران هم بگویند که ما اونو نمیخوایم، اینو میخواهیم، وضعیت بسیار بدی وجود خواهد داشت. تمام تلاش هایی که در یک ساله اخیر در پشت پرده به نظر من شده است برای این است. مثلا شما فکر کنید که کوشش هایی شده برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی بیاد وسط و کاری بکنه. پیشنهاد من این بوده که همان گونه که ایشون یه پروژه موفقی مثل ققنوس رو اجرا کردن، یعنی آمدن یه آدم ناشناسی به نام دکتر کنگلو رو صدا کردن و گفتن شما برید دانشمندان رو جمع بکنید، ققنوس علمی به وجود بیارید، و یک مرتبه این اعتماد به وجود آمد، رفتن دور هم دیگه جمع شدن، اون ققنوس رو درست کردن و آقای کنگرلو هم شد یه شخصیت برجسته اپوزیسیون. من از روز اول حرفم این بودش که ایشون میتونن همین کار رو در مورد سیاست بکنن. اصراری در این نیستش که شاهزاده رضا پهلوی بیاد و در کار روزمره سیاسی دخالت بکنه، که میل خودش هم نیستش، اما او میتونه یکی از معتمدین خودش رو صدا بکنه و بگه که شما برید بقیه رو جمع بکنید. و من فکر میکنم این جاذبه به اندازه کافی وجود داره که این اتفاق بیفته. اما ایشون تا به حال کلن گفتن که من در این کارها دخالت نخواهم کرد و ققنوس سیاسی با ققنوس علمی تفاوت ماهوی داره. خب این یکی از امیدهای ما بوده، به خاطر اینکه به هر دلیلی که باشه ایشون شناخته ترین آدم اپوزیسیون، حالا جنبه بین المللیش هم بذاریم کنار، در داخل ایرانه. و اگر که مسئله اعتماد به کسی هم وجود داشته باشه، خب مردم ایران این ایشون رو 40 سال آزمایش کردن، از کنم که آدم سکولاریه، آدم دموکراتیه، آدم معتقد به حفظ تمامیت ارضی ایرانه، بنابراین میشه بهش اعتماد کرد و این اعتماد موجب بشه که ایشون مأموریت بده به یه عده‌ای که بیان کار بکنن. اما متاسفانه تا حالا ایشون همه درها رو روی این قضیه بسته. بنابراین ما باید داریم بشینیم فکر بکنیم که بدون ایشون باید چه کرد. خب تجربه هایی صورت گرفته. میگم پارسال وقتی که این شورای مدیریت گذار اعلام موجودیت کرد و
لااقل اولین بار بود که بیشترین شخصیت‌های سیاسی رو به خودش جذب کرد، این امید به وجود آمد که خب یه عده دیگه‌ای آمدن وسط و این وظیفه رو میخوان انجام بدن. من خودم بلافاصله عرض کنم که حمایت کردم، هم از جانب شخص خودم، هم دعوت کردم از همه یاران و دوستانی که در تشکلات سکولار دموکرات دور هم جمع هستیم که بریم اینا رو حمایت بکنیم. اما به نظر من میرسه که اینها هم پرونده خیلی درخشانی در عرض یک سال گذشته از خودشون نشون ندادن. حالا چرا باید نشست و مطالعه کرد که مشکلات اونها چه بوده است؟ ولی به هر حال اون هم یه امیدیه که میتونه احتمالاً 50% ما رو به مقصدی برسونه اگر بتونن با داخل کشور به خصوص ارتباط برقرار کنن و اعتماد مردم رو جلب بکنن. اما خب من میبینم که بلافاصله در فضای موجود برای اینکه این کار رو هم بی‌معنی بکنند الان در و دیوار داره آلترناتیوهای مختلفی میجوشه میاد بالا. هر چهار نفری دورم دیگه جمع شدن میگن ما آلترناتیویم. من در این حالی که امیدوار مادرزاد خودم رو میدونم، اما واقعا احساس یک بنبست عجیبی میکنم که چگونه میشود. من فکر میکنم که روند فروپاشی حکومت اسلامی خیلی داره سرعت میگیره به خودش و در نتیجه نگران این وضعیت باید نگران این وضعیت بود که تا کسی بیاد بجنبه و کاری رو بکنه این فروپاشی صورت بگیره. البته دو تا آلترناتیو دیگه هم وجود داره. یکی این که مثل همیشه غربی ها به خصوص امریکا عرض کنم که دست به چلبی سازی بزنه و به وسیله تمهیداتی که داره همون گونه که خمینی رو از نجف برداشتن بردن نفل و شاتو به خورد ملت ایران دادن با وسایل ارتباطی جمعیشون، با قرارهایی که در عرض کنم که گوادالوپ گذاشتن دوی حرفا، این دفعه ممکنه که یا چنین کاری صورت بگیره. که خب البته این قضیه به نظر من به خاطر بنبست سیاسی که فعلا در امریکا وجود داره به تعویق افتاده. یعنی اینکه اگر این بنبست در طی 4 سال گذشته پیداش نشده بود احتمالاً حکومت آقای ترامپ دست به یک چنین چلبی سازی میزد. حالا اگر که در انتخابات آینده ایشون 2 مرتبه برقرار بشه یا اینکه دموکرات‌ها بیان سر کار که اساساً اعتقادی به تغییر رژیم در ایران ندارن، این خودش ابهام بزرگی. در مرحله دومم مسئله کودتای داخلی، کودتای نظامی داخلی مطرحه که اون هم به نظر من به 2 صورت میتونه انجام بگیره. یکیش این که خب همین انتخاباتی که شما بهش اشاره کردید، خود به خود الان مجلس شورای اسلامی یک مجلس نظامی شده. همه سرداران و نظامیان و بازنشستگان سپاه و عرض کنم اینها رفتن ریختن اون تو و احتمالاً اینها بتوانم میگویند که این برای این بوده است که یک مجلس فرمایشی که مطیع اوامر ولی فقیه باشه داره به وجود میاد، ولی این میتونه در این حال با ریشه هایی که در پاسداران و بسیج و اینها دارند بتواند به خصوص با بیماری هایی که رهبر داره و ممکنه که هر روزی عرض کنم که از بین بره، بتونن مثلا یک کنترل نظامی رو توی مملکت ایجاد بکنن. ولی به هر حال به نظر من ما دوران پر ابهام عرض کنم که بمبستی عجیبی رو داریم طی میکنیم. آقای دکتر اشاره کردید به توفیق بغنوس. من با اتون خیلی در این مورد موافق نیستم، برای اینکه پروژه هایی که شاهزاده رضا پهلوی به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم حمایتش کرد و وارد شد، نتایجش رو ارزیابی کنیم. اول شورای ملی برای انتخابات آزاد، نتیجه و ماحصل نهاییش این شد که 2 شخصیت قلابی در اپوزیسیون جا افتادن، یک خانم و آقا، و امروز جز صحنه چرخانان این بازی هستند. خلاصه زدن و بردن و همه جام رسیدن. اجازه بدید که اسم نیاریم. دوم میرسیم به فرشگرد.
از فرش کردم نتیجه مشابهی حاصل شد. یکی دو نفر از یکی دو جای دنیا آمدند و امروز هم شما میبینید دائما به عنوان رهبران فرشگرد و شخصیت‌های خیلی متفکر و اندیشمند جایی برای خودشون باز کردن و به مشروطه‌شون رسیدن. سوم میرسیم به همین جریان ققنوس که اشاره فرمودید. ققنوس که از بین رفته در واقع، یعنی اگر قرار بود که دو شخصیت رو بفروشند در ققنوس، یکیش آقای انوشیروان کنگرلو بود و شخصیت بعدی هم که البته ببخشید اللهیار کنگرلو بود که خب یک آدمی است که اهل دانشگاه است، اهل علم و آمد و هم قیافه خیلی خوبی داره، هم خوب صحبت میکنه، تونست جایی رو باز بکنه، ولی همین آدم هم در اون ققنوس دووم نیاورد، اومد بیرون و در کنار عطا هودشتیان قرار گرفت. عطا هودشتیان خودش مثل این که اگر اشتباه نکنم همراهی و همگامی داره با شورای مدیریت گذار و خلاصه هیچی. آخه بعد ما میبینیم که آقای انوشیروان الله خدای من چرا این دارم اللهیار رو دارم من میگم انوشیروان، برای اینکه انوشیروان بهتر از اللهیاره. این آقای دکتر اللهیار کنگرلو موند بی جا و مکان تا توسط یه تلویزیونی پروموت شد و حالا از طریق اون تلویزیونه که فعالیتاش برای مردم ادامه داره و مورد توجه مردم قرار میگیره. کارای شاهزاده ارزیابی اگه بخوایم بکنیم بخشش اینه و شما اشاره میکنید به اینکه در ایران ایشون مورد وثوق مردم هستن. وقتی من در این مورد خب اغراق میشه، ایشون مورد وثوق مردم، بخشی از مردم شاید باشن، ولی بیشتر ایشون سمبل یک نوستالژی، خاطره خوب گذشته ها برای مردم ایران هستن و تنها خاطره خوبی که در مقایسه با حکومت انقلابیون در 41 سال گذشته در ذهن مردم هست، این به ایشون اهمیت میده و عامل مهمی است که مردم بهش اعتماد میکنن و دنبالش میان. ولی شاهزاده خودش هم شاید باهوشتر از این حرف هاست، دائما به این سوال مطرح براش و فکر میکنه که شما مردم با پدر من چه کار کردید که حالا فکر میکنید من هم همون راه رو باید بیام و عاقبتم هم ندونم چی میشه؟ خیلی بد مینه؟ نه خیر، من تمام مطالبی رو که شما میفرمایید تصدیق میکنم، اما حرف من چیز دیگری است. من میگم که ایشون به عنوان یک شخصیت سیاسی یه جنبه ای رو دارن، دست به کار سیاست شدنشون یه نتایجی رو داشته. این دوتا رو میتونیم از هم دیگه تفکیک بکنیم. هر جایی که ایشون دخالت مستقیم کرد به ضرر خودش و به ضرر اپوزیسیون تمام شد. شما نگاه بکنید همون شورای ملی ایران رو بگیرید برای انتخابات آزاد که اصلا معلوم نبود انتخابات آزاد رو کی باید انجام بده و بعد اولین اعلامیه‌ای که اون صادر شد این بودش که ما آلترناتیو نیستیم و ایشون برداشتش از به عنوان سخنگوی اون شورا نامه نوشتش به آقای خامنه ای، در واقع خامنه ای رو به رسمیت شناخت. به نظر من اشتباهات مهلکی ایشون کردش، ولی من اصلا راجع به که ایشون دست به ایجاد تشکیلات بزنه صحبت نمی کنم، بلکه معتقدم که به همون لحاظهایی که شما می فرمایید، به لحاظ اون نوستالژیی که مردم دارن، به لحاظ شناخته شده یه ایشون می تونن مأموریت دهنده باشن به یک عده‌ای، نه اینکه خودش بیاد وسط و بخواد تشکیلات بده خودش هم رئیسش بشه. آخه ایشون اصلا تجربه عرض کنم که اداره یک تشکیلات و این حرفا رو ندارن و صلاح همه ما و مملکت ما هم اینه که ایشون در هیچ کدوم این کارا دخالت نکنن. ولی به هر حال نتیجه همون چیزی که شما میفرمایید، یعنی لابد ایشون هم فکر میکنه که این مردم با پدر من چه کردن و حتی با پدر بزرگ من
چه کردن که حالا بخوام با من بکنن. من بودم جای ایشون در اون صورت خودم رو میکشیدم کنار. نمیشود که هم بود و هم نبود. این مشکل اساسی ما با ایشون هستش. بکشن کنار مثل همه پادشاهان و شاهزادگان و پرنسس ها و حرفا که آمدن بیرون دارن زندگی خودشون رو انجام میدن. ولی ایشون هم پاشو میذاره وسط، در هر امری حضور داره، ولی در این حال امتناع میکنه از اینکه دست به ایجاد یک تشکیلاتی بزنه که اون تشکیلات خود مختار باشه، نه اینکه مطیع اوامر ایشون باشه. یعنی دلیگاسیون یا انتقال مأموریت رو بنده دارم عرض میکنم. به همین دلیل من همیشه گفتم که ایشون یک سرمایه ملی میتونه باشه که عامل یا کاتالیزور یک چنین ماجرایی باشه. اما این با این مسئله که ایشون بلند شه بره تو مجلس سنا با 4 تا سناتور صحبت بکنه، بعد بره تو تلویزیون ها بشینه سخنرانی بکنه، اینها ربطی به هم دیگه نداره. این اتفاقا ممانعت میکنه از ایجاد عرض کنم که اپوزیسیون هایی که خب ایشون قدش بلندتره، سایش بلندتره، نمیگذاره اونها رشد بکنن و شکل بگیرن. به هر حال این بلا تکلیفی در وجود چنین شخصیتی هستش دیگه. خب آقای دکتر، بالاخره تا امیدوارم عمر ایشون طولانی باشه، امیدوارم طبق همه پیشبینیایی که میشه اگر هممون از دست کرونا رها بشیم، ایشون هم خیلی جوانتر از ماست، امیدوارم 120 سال عمر با عزت داشته باشه و صاحب نوه نتیجه بچه های متعدد بشه و زندگی خوبی داشته باشه. همه آرزوهای خوب برای شاهزاده رضا پهلوی. ولی این که نمیشه که یه ملتی بشینن، اول زبان شاهزاده رضا پهلوی زبان مردمی نیست، زبان روشنفکریه، زبان مردم یک کلاس بالاتره. یعنی شاهزاده رضا پهلوی فقط نام پهلویشه که با روستایی ایران، روستایی ایرانی ارتباط برقرار میکنه، نه صحبتهایی که میکنه. صحبتهایی که میکنه برای دانشجویان دانشگاه، برای طبقه متوسط رو به بالا قابل فهمه و قابل درکه، نه برای توده های وسیع مردم. این یک مشکل زبانی و ارتباطیه که ایشون داره. ولی حالا از همه اینا که بگذریم، اصلا ما فکر کنیم پروژه رفتن به کره مریخ به مرحله اجرا در اومده، شاهزاده رضا پهلوی برای یک سفری که 2 سال طول میکشه برن، 2-3 سال طول میکشه تا برگردن، فعلا رفتن در کره مریخ. زنده هستن، سایهشون بر سر همه ماست، از خیلی جاهای بالاتر، ولی در رفتن در کره مریخ مشغول مطالعه هستن. این که نشد که یه ملتی منتظر باشه. شما کسانی که اومدید در این زمینه ها کار کردید، فراموش کنید شاهزاده رو. شما ها چرا نمیتونید دور هم جمع بشید؟ شما چرا نمیتونید یه فراخانی بدید که 4 تا از آدم هایی که در سطح خودتون هستن یا سابقه‌ای دارن، اعتباری دارن، دور هم جمع بشین؟ آخه نمیشه همه چیزم گردن ایشون انداخت. این طرف بازی چرا نمیاد جلو؟ چرا همه ما تبدیل به شخصیت های تلویزیونی شدیم؟ چرا کار به اونجا میرسه که من یاد موسولینی میافتم؟ یواش یواش میخوایم از طریق اون، میدونی که یه وسیله تایپ قرازه ای هم داشت، شروع میکرد به زدن اعلامیه‌هاش، روزنامه‌ش، از این حرفا. ما میایم با یه تلویزیون ماهواره‌ای، با یه حالا ماهواره‌ای که خیلی آبرومنده، با یه شبکه اینترنتی و این حرفا خودمون رو صاحب رأی میدونیم و رهبر اپوزیسیون میدونیم. ولی یه عده‌ای از ما هستن که استخون خرد کردن، مثل شما، مثل عده دیگه از رهبران اپوزیسیون. چرا شما دور هم نمیتونید بنشینید؟ چرا این عرض کردم شاهزاده اون بالا به عنوان شما میگید سرمایه، من میگم سرمایه نیست، یه ثروت ملیه، یک الماس گران قیمت فعلا اونجا هست و ما نمیدونیم باش اون میخواد با ما چیکار کنه و ما با اون چیکار کنیم. این سر جاش بذاریم، احترامش هم نگه داریم، تو موزه هم نگرش داریم، ولی بقیه‌مون که نمیتونیم تو موزه باشیم که. شما چرا آقای دکتر نمیتونید چند چیزی رو نگفتید؟ بله آی فرزنده، من چنین چیزی رو نگفتم. شما از من
یک نگاه به کل اپوزیسیون رو خواستید. من در مورد ایشون صحبت کردم و گفتم فعلا ایشون به هیچ کار ما نمیخوره، برای که خودش تصمیمشو گرفته که دخالت نکنه تو. دکتر چرا ما خودمون به کار خودمون نمیخوریم؟ همون، من دارم همین عرض میکنم. من سوالم از شما اجازه بدید اینه که شما راجب شورای مدیریت گذار چی فکر میکنید؟ من خیلی هم براشون احترام دارم و بسیار شخصیت‌های با ارزشی رو من در شورای گذار میبینم و اگرم پاشون بیفته در همین برنامه یک بار در هفته‌ای که دارم باشون گفتگو میکنم. اغلبشون تا اونجایی که من میشناسم آدمای درخور احترام و درخشانی هستن. همونطور که فکر میکنم الهیار کنگرلو خودش آدم درست حسابیه و بگید اون همکارش، اون جامعه شناسی که با ایشون هم بله، هم شما ایشون رو میشناسید هم من از سوابق ایشون اطلاع دارم و خود شما. من میخوام بگم چرا شما میزبان نمیشید؟ چرا شما یه جلسه نمیذارید این آقایون رو دعوت کنید کنار هم بشینید؟ یک سر دیگه بالاخره یه قطبایی رو باید باز کرد. بالاخره این حرفایی که شما میزنید همش هم منطقیه. اگر دیگرانم میفهمن مانع تو جمع نیست این با حضور شاهزاده. شاهزاده هم حضور دارن، هر وقت اراده کردن میان در داخل جمع، ایشون هم مانع هیچ کاری نمیتونن بشن. همین اتفاق هم داره میفته، یعنی که شما داره میفته. شما خودتون میگید الان ببینید مثلا 35 نفر آدم رفتن در این شورای مدیریت نشستن که خود آقای عطا هودشتیان هم جزء این عده هستش، آقای شریعت مداری هم هست و غیره که میشناسیمشون. ولی شما ببینید که با این عده در یک سال گذشته چه کردن. اولین صحبت اینه که آقا یک کسی که پسر آیت اللهه میخواد بیاد حکومت اسلامی رو بندازه، یک کسی که اصلا اسم شریعت مداره، بر مدار شریعت زندگی میکنه، اصلا میتونه آلترناتیو باشه، به دقایق این کار حمله شده. همین آقای کنگرلو چند بار دعوت شده که بیاد این تو، ایشون اعلام میکنه توی کانال یک که من میخوام برم دولت موقت بسازم، اما امتنا میکنه از آمدنش. به نظر من الان یه چنین باید با نگاه دلسوزانه انتقادی این مدیریت دوران گذار رو تقویت کرد. خوشبختانه خب میبینم این تلویزیون و آقای نوریزاده و خب مطالبی که شما فرمودید همش مطالب مثبتی. باید یه کاری کرد که این هرچه زودتر را بیفته. یکی از اشکالاتی که وجود داره اینه که ما فکر میکنیم که تا خارجی ها با ما راه نیان کار ما پیش نمیره، به جای اینکه بیایم این کار رو بگذاریم روی اینکه مردم ایران ما رو صدا بکنند، همش دنبال این هستیم که فلان سناتور و غیره و اینا. اینا مشکلات بنیادیه که فقط با رفتن تو و مشارکت میشه حلش کرد. نمیشه از بیرون ایستاد و سنگ انداخت و جلوی این کار رو گرفت. من پیشنهادم عرض کنم که حرفی که مرتبا دارم میزنم این است که بریم توی این کار و تقویتش کنیم، حتی مبارزه بکنیم، نه فرکسیون درست بکنیم. مثلا این احتمال که ممکنه که عقاید تجزیه طلبی توش وجود داشته باشه، با این عقاید مبارزه بکنیم. یعنی فعال بشیم در داخل یه چیزی که وجود داره، به وجود آمده و زندگی میکنه. آقای دکتر، این که دارید اشاره میکنید، آیا تشکیلات خود شما همکاری گسترده ای رو با شورای گذار شروع کرده؟ نه شخص شما فقط. عرض کنم که خب من اولا که نماینده اون تشکیلات هستم، یعنی خودم که کاری رو انجام نمیدم. من خیلی آدم منضبطی هم هستم و به مرتبا در بحث‌های هم حزبمون هم مجلسانمون شرکت دارم. یه کمیسیون مخصوص این مسئله شورا هم داریم که مرتبا نظرات خودمون و عقاید خودمون رو از طریق مکاتبه به اطلاع شورا میرسونیم. اما اینکه خودمون بریم توی شورا، این مشکل خود شوراست که هنوز آیین نامه ای رایی برای اینکه چگونه میشود اعضای جدیدی رو به خودش جلب کرد ندارن، که اون رو هم ما پذیرفتیم که ما این وظیفه رو انجام میدیم. میشینیم فکر، چون میدید کار ساده ای نیست. ما در خارج کشور
هم شخصیت داریم هم سازمان سیاسی داریم. این دوتا طبیعتشون، نقششون در یک تشکیلات کاملا با هم میتونه متفاوت باشه. در این حال عیناً همین قضیه رو ما در داخل کشور داریم. شخصیت‌هایی در داخل کشور هستن و سازمان‌هایی در داخل کشور که میتونن بیان زیر چتر این شورا عمل بکنن. یعنی ما 4 نوع عضویت داریم که اینها رو باید شرایطش رو، دقایقش رو، اگر رأی‌گیری بخواد بشه، یه شخصیت با یه حزب رأیشون چگونه از هم دیگه متفاوت میشه. همه این حرفا مسائلی که روشن نشده هنوز و ما داریم روش کار میکنیم. ولی در این که نهایت همین یک شنبه آینده دعوت کردیم از آقای مهران براتی که معاون آقای شریعت مداری هستش بیاد توی مهستان سکولار دموکرات ها و توضیح بده که دارن چی کار میکنن، در چه مرحله‌ای هستن، چقدر پیش رفتن و غیره. یعنی شما فکر میتونید در 2-3 دقیقه‌ای که وقت داریم، آیا شما فکر میکنید میتونید به ائتلافی برسید یا به یه نوع واژه درستشو نمیدونم و همین جهت ائتلاف رو بکنم دارم که کنار شورا قرار بگیرید و این دایره گسترده تر بشه؟ یعنی چه امیدی هست؟ 100% نهایت امید ما همینه، برای که ما چیز دیگه ای الان در اپوزیسیون نداریم که بقیهشون همه شوخی حرفایی که دارن میزنن. اینجا این دولت موقتی که داره تشکیل بشن میتونه بیاد که کنار شما قرار بگیره؟ من که خبر ندارم اصلا این دولت موقت چی هست، چجوری میخواد به وجود بیاد. فقط شنیدم از آقای کنگرلو که گفتن من مصمم هستم دولت موقت رو تشکیل بدم. بدن ببینیم چی میشه. من باهاشون مذاکره کردم، آقای شریعت مداری رو هم آوردم، جلسه 3 نفری داشتیم و تلاش کردیم که آقای کنگرلو هم بیاد توی این جمع، ولی ایشون نیومدش توی این جمع، میخواد کار خودش رو مستقلا انجام بده. امیدوارم که یه روزی برسه که همه آدم ها دور این محور جمع بشه. گروه دیگری که مورد نظرتون هست که میتونه بهتون نزدیک بشه، شما و شورای گذار اگر با هم نزدیکتر از این چه که هستید بشید، گروه دیگری که میتونه به شما نزدیک بشه و فکر میکنید وجودش میتونه مؤثر باشه کدوم گروه؟ فقط 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت بدید. ما تلاش کردیم که در این زمینه مثلا حزب مشروطه ایران رو هم وارد کار بکنیم. جلسات مشترکی هم برگزار شد، ولی اونها من فکر میکنم چشمشون به شاهزاده است و تا شاهزاده نگوید که مثلا چه نظری داره عمل نمی کنه. ولی به حال یکی از احزاب سکولار دموکراتی هستند که سابقه نمیدونم 20 ساله دارن و به حال میتونن که مؤثر باشن در تقویت این شورا. آیا حزب مشروطه ایران داره ارتباط قوی با شاهزاده است؟ من خبر ندارم، ولی میدونم که در ارتباط هستن. یعنی ما مثلا هر وقت خواستیم شاهزادی رو ببینیم از طریق حزب اقدام کردیم و موفق شدیم که با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر، بسیار خوشحالم از اینکه این دقایق رو در خدمتتون بودیم. امیدوارم در آینده نزدیک بیشتر با شما باشیم و از دوربین و میکروفون تلویزیون ایران فردا برنامه‌هایی که در این تلویزیون هست و این برنامه به خصوص بتونیم نظرات شما رو بیشتر منعکس کنیم. خیلی متشکرم. به هر حال یادتون نره شما مرغ سحرید، باید به طلوع خورشید خبر بدید و مژده بدید. سپاسگزارم از محبت شما و شرکتتون در این برنامه. براتون ساعت خوبی رو در کلرادوی سرد با اون لباس گرم آرزو می‌کنم. بی‌نهایت ممنون. بینندگان عزیز، به پایان گفتگوی با آقای دکتر اسماعیل نوریالا رسیدیم. به همراه همکاران ارجمندم علی، پومن و هومن باید با شما خداحافظی کنم. یک بار دیگه تشکر میکنم از دکتر علیرضا نوریزاده که برنامه مرغ سحر رو هم تحمل میکنند، هم پذیرفتند. برنامه که گاهی اوقات ممکنه بزنه تو جاده خاکی، ولی دکتر نوریزاده کسی است که با جاده خاکی آشناس و در این مورد مسئله ای نداره. هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام.
و وقت شما بخیر.